پشت‌پرده های پروژه براندازی از قلب اردوگاه مخالفان. آخرین روزیه که در این منزل هستم. چهره‌ای که شاید هیچ کس باور ندارد حالا ایران باشد. آریاسب باوند، دبیر کل حزب اتحاد شورای استان. مردی 43 ساله و رها شده از بند ضد انقلاب. در این که من مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران بودم شکی نیست. چرا؟ من مشکل داشتم. ولی مشکل من این نبود که کشور من تکه پاره بشه. باوند سال 88 دستگیر شد، تبرئه شد، تصمیم گرفت از ایران خارج شود، مخفیانه، 3 سال پیش. فعالیت‌های سیاسی رو از خارج از کشور، از کردستان شروع کردم. فعالیت ما در فضای مجازی آغاز شد. سیما و صدای ما رو از شبکه ندای اتحاد دارید. من آریاسب باوند هستم. آیسومی یا نیروی ائتلاف اپوزیسیون خارج از کشور. خط‌دهی و جهت‌دهی مطالباتی که ما می‌خواستیم از یک تاریخی به بعد توسط همین حلقه آیسومی در واقع به ما احقا شد. باوند یک به یک اعضای مرکزی حلقه و شاخه ها و سرشاخه ها را معرفی می کنند. جزو مثال هایی که میتونم بزنم، یکیش کمپین شاخه دیگه علیرضا نوری‌زاده، محسن سازگار. خب دوست عزیزم، برام بگو ببینم چی کار داری میکنی؟ تغییر نظام جمهوری اسلامی و کلا براندازی نظام جمهوری اسلامی. آریاسب خود در حلقه مرکزی جای میگیرد و سخنگوی آیسومی میشود. بیش از 7000 نیروی سازمان یافته حزب اتحاد در اختیار مردم گذاشته که این عزیزان همین الان که ما با شما صحبت میکنم در خیابان در کنار مردم هستند. این همون خودرو آتش نشانی که توسط اعتراضگران از ایستگاه ربوده شده و تو خیابان راه شدن هم. اتفاقایی که تو آیسومی داره میفته به حدی خطرناکه که فکر نمیکنم هیچ ایرانی بخواد. این بچه‌ها رو میخوان از ایران در واقع تفکیک بکنن و هر کدوم برای خودش بشه کشور مستقل، که چه بسا که ما اون تئوری رو که داشتن که آذربایجان شمالی آذربایجان جنوبی، به این صورت این تئوری رو بخوان عمل بکنن. پوچک کردن ایران برای اسرائیل و برای آمریکا لقمه های راحتیه. سازمان IRI که وابسته به حزب جمهوری خواست و کل مسائل مالی حزب جمهوری خواست آمریکا رو داره تامین میکنه، قرار هستش که 70 میلیون دلار بودجه بده به این مجموعه. اومدن برای هر بخش ایران پرچم تعریف کردن. شما میدونید اگه ما خوزستان رو از دست بدیم، سیستان و بلوچستان رو از دست بدیم، خلیج فارس رو کلا از دست بدیم، هدفشون 100% از بین بردن ایرانه، نه فقط جمهوری اسلامی. And whatever we do, we have to be certain that we're pushing forward to the new Middle East, not going back. دیدم اینها پشتوانه شون امثال سیکورد و CIA و پنتاگون و کاخ سفید و سنا و کنگره و این اسما که اومد وسط، من دیدم نه اصلا صحبت سر پج مردن یک برگ نیست. اینا کلن اصلا میخوان کل باغ رو میخوان کلن تحجمه کنن، کلن میخوان ایران رو به بیابان تبدیل. باوند از خیانتکارانی گفت که خود سخنگوی آنان بود. همین هایی که میگن ما به دور از خشونت میخوان کار بکنیم، طوری مردم رو تحریک کردن که مردم به سمت خشونت رفتن. هر چقدر این اختشاشات باشه و هر چقدر به مردم تحریم ها فشار بیشتری بیاره، اینو تغذیه بیشتری میشه. از آخرین نقشه شوم این مجموعه گفت پرچمای شیر خورشید رو آماده کنیم برای 22 بهمن. کنار شما خواهیم بود در 22 بهمن. 22 بهمن به نظر من یه نوع مانور اینها بود. نقش من اونطور که خب صحبت کردیم با آقایون در اون جلسه، به عنوان یک رهبر، به عنوان یک لیدر ورود به کشور بود و سازماندهی داخلی بود تا ببینن مقدار آمادگی مردم تا چه حد هست در استان ها. آیا میتونن قضیه دیماه رو در بهمن ماه ادامه بدن؟ دیدن نمیشه. زنده باد ایران، زنده باد مردمی که 4 دهه ایستادند تا یک نفر برخیزد. از آنهایی گفت که فقط حرف میزنند، حتی حاضر نیستند حرفهایشان را عملی کنند. نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. آمد نیوز و روح الله زم روزی در تاریخ ثابت خواهد شد که مربوط به یکی از سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هستند. آریاسب تلاش میکند با وطنش، با ایرانش آشتی کند. نمیتونم بگم، خیلی تصنعی بگم من موافقم، مخالف هم دیگه نیستم، ولی موافق 100% هم نیستم.